23 دی ماه سال 1306 کلنگ تأسیس اولین راه آهن سراسری ایران زده شد. وقتی مسافران از ایستگاه مرکزی راه آهن شهر تهران خارج میشن، با طولانی ترین خیابان خاورمیانه برخورد میکنن. خیابانی به طول 17 کیلومتر با انبوهی از چنارهای کهنسال که میدان راه آهن در حاشیه کبیر رو به منطقه سرد و کوهستانی میدان تجریش واقع در شمال تهران پیوند میده. من نوا توکلی مهر، معمار منظر و شهرسازی، مدتیه که مشغول تحقیق روی پروژه خاطرات جمعی در فضاهای شهری هستم. امروز سفرم رو از خیابان ولیعصر آغاز میکنم. در طول مسیر قرار از مکانهای بسیاری بازدید کنم و به سراغ افرادی برم که خاطرات جمعی مستندی از زمان شکلگیری این خیابان تا به امروز در خاطر دارم. اولین دیدارم چند قدم بالاتر از میدان راه آهن در قهوه خانه آذری است. قدمت بنای این مکان به دوران قاجار برمیگرده و امروز از پاتوق‌های پر رونق جنوب خیابان ولیعصر محسوب میشه. گفتم بله قربون گفت فردا میشی حاکم میدان. گفتم بله قربون. اصلا اول خودتون بگین چرا به شما میگن پدر بزرگ شهر تهران؟ من بچه‌ام اینجا، دارم میدون راه اینجا. اینجا من به دنیا آمدم. پدر مادرم اینجا به دنیا آمدن، اینجا ازدواج کردن. همینجا بودیم، ما بزرگ شدیم از اینجا. خیلی چیزا از تهران من میدونم. شهر منه، زادگاه منه، باید من چیزایی بدونم. البته اینم بهتون بگم، تهران من این نبود. تهران من شمارش 400 آباد بود، اینقدر کوچیک بود. تهران شهر من 400,000 جمعیت داشت، نه 14-15 میلیون. اینجا همه بیابون بود، این 3-4 باغ بود و کل این منطقه رو بهش بودن سبزکاران امیرالمومنین. مملکت خیلی خراب بود، وضعیتش پولی نبود، درآمدی نبود، هیچ چی نبود. اداره این یک افتضاحی بود کرده بود. بعد اومدم و وارد خدمت دولت شدم در راه آهن. 32 سال اینجا بودم. میتونم بگم جوونی ما بغل ریلای راه آهن گذاشتم. زنم هم اینجا کار میکرد. زنم همینجا باش ازدواج کردم. من با زنم اینجا ازدواج کردم. مرگش هم اینجا دیدم. اینجا رو دوشم گذاشتم بردم. همه چی تو راه آهن بود. یعنی کل جوونی منو با خاطرات من با راه آهن. در جنوب خیابان ولیعصر و محله امیریه شهر قدیم قاجاری قرار داشت. در زمان قاجار مسیر فعلی خیابان ولیعصر کوچه باغی در حدود 4 کیلومتر بود که به نامهای باغ جنت، امیریه، باغ انگوری و خیابان جناب وزیر شهرت داشت. وجود خانه های اشراف و وابستگان به دربار قاجار در این مسیر موجب ساخت بناهای باشکوهی در این بخش از خیابان شد که بعضی از اونها هنوز هم پابرجاست. در تقاطع خیابان ولیعصر با خیابان مولوی که در گذشته به گذر مشیرالسلطنه معروف بود، مسجد و مدرسه قاجاری مشیرالسلطنه قرار دارد. ساختمان به سفارش نخست وزیر محمد علی شاه قاجار، میرزا احمد خان مشیرالسلطنه در دوران مشروطه بنا شد. تهرانی ها به این ساختمان مسجد ساعت هم می گفتن.
دلیل این نامگذاری هم وجود ساعت بزرگی در مؤذنخانه مسجده. از یه ور منو میبری به 50 سال پیش، 60 سال پیش، 65 سال پیش. حتی من خاطرات 2-3 سالگی من دارم. زندگی من از 30 سال پیش شروع نشده. زندگی من 70 و اندی سال پیش شروع شده. خب پیوند اون موقعی به وجود اومد که من در یکی از کوچه های خیابون امیریه دنیا آمدم، کوچه مهدیه، که من یادم میاد زیر چنارای بلند خونه کوچه مهدیمون تو حاشیه باغچه ها را میرفتم، زیر لب شروع میکردم حفظ کردن درسای مدرسه. شب جمعه بین از خدا بخواهید خدا یه ثبات قدمی بهتون بده، یک ایمان ثابت و راسخی پیدا کنید. الهی به آبروی امام زمان در راه خودت ما رو ثابت قدم بده. روبروی مهدیه تهران که بنیان اون رو شیخ احمد کافی گذاشت و مهمترین مرکز مذهبی در جنوب خیابان ولیعصر، به خانه سوگلی ناصرالدین شاه میرسن. انیس الدوله سوگلی وثیقه 99 ساله ناصرالدین شاه بود. گفته میشه شاه بیشتر از 84 زن در حرم سرا داشته، اما مقام انیس الدوله بر سایر همسران شاه برتری داشت و میتونسته برخلاف دیگر زنان حرم سرا با شاه دعوا و یا حتی قهر کنه. انیس الدوله اولین ملکه تاریخ ایران بود که به سفر اروپا رفت. او نسبت به شاه بسیار وفادار بود و روایته که پس از مرگ ناصرالدین شاه، زمانی که حقوق انیس‌الدوله را براش فرستادن، با مشاهده تصویر شاه بر اسکناس ها بیهوش شد و پس از مدتی از دنیا رفت. خانه انیس‌الدوله از معدود خانه های بجامانده و پابرجا از عصر قاجار که ارزش میراث فرهنگی داره. امروز این بنا نه موزه است، نه کتابخانه و نه مرکز اسناد. اینجا اتحادیه قصابان و گوشت گوسفندی تهران. از کنار بقایای یک شهربازی قدیمی و چند سینمای مخروب عبور می‌کنم و به سر پل امیر بهادر و خانه امیر بهادر می‌رسم. حسین پاشاخان، ملقب به امیر بهادر، که وزیر جنگ مظفرالدین شاه و محمد علی شاه قاجار بود، در این خیابان زندگی می‌کرد. امروز خانه امیر بهادر دفتر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایرانه. دومین میدانی که در بخش قاجاری خیابان ولیعصر به اون میرسم، میدان منیری است که ساخت مترو و وجود مراکز فروش لوازم ورزشی تهران در این منطقه هویت تاریخی این محله رو کاملا از بین برده. خیابان ولیعصر رو باید یه موزه معماری معاصر ایران فرض کنید شما، چون از خونه های دوره قاجاری، اونایی که باقی مونده، اینا خونه های دوره تجدد هستن. خونه‌های دوره تجدد خونه‌های برونگرایی هستن، به بیرون نگاه می‌کنن، درونگرایی رو شما درش نمی‌بینی، بلکه وارث شدن متدهای اروپایی در معماری رو شاهدش هستید. شما هر چیزی که از گذشته در ولیعصر دارین، عناصر با کیفیتی هستن، چه در زمینه شهرسازی و چه در زمینه معماری. خیابون ولیعصر نشانه های 200 سال تاریخ معاصر ایران رو در خودش جمع کرده. یکی دوره قاجار هست و یکی در دوره معاصر. پس زمینه البرز یکی از عوامل شکل دهنده مباحث زیبایی شناسانه در مورد خیابون ولیعصر است. ولیعصر طولانی ترین چنارستان تهران هست، طولانی ترین چنارستان ایران هست،
و طولانی ترین چنارستان جهان است. تصویر هوایی کاخ مرمر در تقاطع خیابان ولیعصر با خیابان امام خمینی که به دلیل قرار گرفتن کاخ مرمر یکی از چهار راه‌های مهم خیابان ولیعصر. کاخ مرمر و در کنار هنرستان عالی موسیقی ایران منزل پروفسور یحیی عدل، پدر جراحی نوین ایران قرار داره. پروفسور عدل پزشک مخصوص خانواده پهلوی بود و رفت و آمدهای فراوان او به دربار او را به شخصیتی سیاسی هم تبدیل کرد و از چهره های پرنفوذ پهلوی دوم شد. خب اینجا خیلی تغییر کرده، یه خود آبادتر شده. اون موقع یه تورایی متروکه شده بود، این محوطه که وارد می شدیم اینجا یه حوضی بود که می رفتیم به اون محوطه که اینجا استخر بود. محمد رضا شاه علاقه شدیدی به پروفسور عد داشت. شاید اصلا علت اینی که این خونه اینجا واقع شد به خاطر این مراوده‌ای بود که این از دوره ولیعهدی با محمد رضا شاه داشت. به خاطر همین رابطهش خیلی کله ها رو از دار نجات داد. خب چیکار می‌خوای بکنی؟ اساس کارت رو بگو. اساس کارم روزا تو من باش مصاحبه زیادی کردم. تو اونجا که جوون بود و رفت فرانسه و درس خوند و شفت و کلینیک شد و فلان و بیسه هم اینا رو میگفت. در همون پیاد شروع میکنن به دانشکده پزشکی رو درست کردن و این به اصطلاح به عنوان استاد جراحی شروع میکنه به اصطلاح بنیان جراحی نوین رو گذاشتن با شاگردای اون موقعش. تصویر دکتر محمد مصدق نخست وزیر ایران در خانه ایست که بالاتر از کاخ مرمر و در نزدیکی خیابان ولیعصر قرار داشت. او کسی بود که صنعت نفت ایران را از انحصار انگلستان خارج و ملی اعلام کرد. در 28 مرداد 1332 جمعی از هواداران محمد رضا پهلوی با عده‌ای از چماقداران علیه دولت مصدق کودتا کردند و این خانه رو به آتش کشیدن. اما مصدق توانست قبل از ورود اراذل اوباش به خانه از راه پشت بام خارج شد. من مدت ها بود اینجا نیومده بودم. این محله واسه من یه محله نوستالژیکه، یعنی از بچگی اینجا به دنیا اومدم، زندگی کردم، مدرسه هم همینجا بود، دبیرستان البرز میرفتیم و این پارک هم محلی بود که ما میومدیم درس میخوندیم. یه خورده پایینتر آندره بود. آندره یکی از بهترین ساندویچ فروشیای اون موقع تهران بود و یه صفحه فروشی بتوون یه خورده بالاتر بود. و با توجه به این که دو تا از بهترین المانای شهری مثل تئاتر شهر، مثل تالار رودکی، یه خورده اونورتر شکل فرهنگی خودش رو به طور خیلی اکتیو و فعالی در حقیقت اینجا می داشت. بهترین آرتیستای اون زمان اینجا کارهای حجمی رو به اصطلاح گذاشته بودن، ولی خب الان نگاه میکنیم ببینیم که مثلا چقدر بی‌توجهی به سایت اینجا، یعنی که از بهترین کارهای مجسمه سازی محسس رو از اینجا جمعش کردن. ترسی که دارم اینه که الان این موج بساز بفروشی ها تمام ساختمانایی رو که این کاراکتر این محله رو تعریف می‌کرده در انهدامه. خب ما وقتی بخوایم اینجا رو پیش ببریم و یاش کنیم بعد به اون بحث خاطره مطرح میشه. یعنی چی؟ یعنی
تمام المان‌های مهم معماری که اینجا برای خودش یک تاریخی رو داشته خب میاد بالا. حالا من تو این کوچه ها بریم قدم بزنیم، میزان زیادی ساختمان‌های زیبا بهت نشون میدم که اصلا ما متاسفانه همه رو در حال داغون کردن. چهارراه ولیعصر محل تقریبی همون خندق قاجاری بود که به فرمان رضاشاه پر شد تا خیابان ولیعصر به سمت میدان تجریش ادامه پیدا کنه. تقاطع خیابان ولیعصر با خیابان انقلاب به دلیل وجود مراکز متعدد دانشگاهی از گذشته تا به امروز مرکز ثقل بسیاری از رویدادهای اجتماعی و سیاسی بوده. در سه دهه گذشته راهپیمایی‌های مکرر سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و روز قدس، اعزام کاروان‌های مختلف سربازان به جبهه‌های جنگ و تشییع پیکر شهدای جنگ 8 ساله در این تقاطع اتفاق افتاده. وقتی که جرقه‌های اعتراض علیه حکومت پهلوی زده شد، شعله‌های اون در خیابان انقلاب اوج گرفت و تقاطع خیابان انقلاب با خیابان ولیعصر نبض این اعتراض ها بود. با تغییر حکومت پهلوی به جمهوری اسلامی، در ابتدا خیابان پهلوی به خیابان دکتر محمد مصدق و بعد از مدت کوتاهی به خیابان ولیعصر تغییر نام داد. سال پیش من تو همین مرکز نمایشگاهی داشتم و یکی از مهندسایی که برای اولین بار بهشون سفارش داده بودن که بستر خیابون ولیعصر رو به اصطلاح بهسازی کنن و طراحی مبلمان بشه، از من خواست که یکی از این سنگایی که معمولا توی رودخونه ها میذارم بیارم توی یکی از این جوبا. در چه یه روز سوار دوچرخم شدم، اومدم اینجا و این تجربه رو دوست داشتم، چون اغلب کار ما محکوم به این بود که در یه محیط دور افتاده و دور از مخاطب عام شکل میگیره. دوست داشتم فرایند هنر رو در یک محیطی که مردم عادی حضور دارن به نمایش بذارم. پیشنهاد دادم که رو خود سنگایی که اینا کار میکنن من رو اونا کار کنم. اغلب مردم وای میسادن، فرایند کار رو نگاه میکردن و یک بار یه نفر اومد سنگ قبل من سفارش داد، یک نفر برای پله خونهشون دوست داشت این کار انجام بده. ولی من این که این داستان رو شروع کردم از تقاطع طالقانی جلوی این گلیم فروش ها و انتهاش جلوی بازار رضا تو شارای ولیعصر بود، متوجه شدم که خیابونیه که شاه و گدا توش هست، فقیر و غنی توش هست. آدم هایی که مثلا این بالا بودن کنار گلیم فروش ها، من به عنوان محیطگرا نقشای گلیم رو جلوی گلیم فروش ها کار کردم، جلوی مرکز فرهنگی یه موضوع آفرینش رو کار کردم، جلوی مهد کودک از طراحی کودکان استفاده کردم. این چیزی که اینجا تجربه کردم یه گالری زنده بود، یعنی اگه مردم وقت ندارن بیان گالری، کارو ببری فرش کنی زیر پاشون.
سومین میدانی که به آن میرسم میدان ولی عصر است. این میدان در نزدیکی اراضی بهجت آباد بود و نهری که به اون میریخ نهر آبکرج نام داشت. در گذشته از این نهر برای آبیاری زمین‌های کشاورزی اراضی بهجت آباد و تأمین بخشی از آب آشامیدنی تهران قدیم استفاده می‌شد. در دهه 50 از جنوب خیابان ولیعصر تا تقاطع خیابان بهشتی فعلی فضای زنده و پر رونقی وجود داشت. شکل‌گیری مراکز آموزشی، درمانی و تفریحی جدید و وجود آبادی‌های یوسف آباد و عباس آباد از دلایل رونق خیابان تا این منطقه بود. اما از تقاطع خیابان بهشتی فعلی به سمت شمال، خیابان رفته رفته شکل جاده داشته و مراکزی که از این منطقه تا تجریش دایر شدند، مجموعه مراکز تفریحی مجلل مثل رستوران‌ها و هتل‌ها، کافه‌ها و کلاب‌ها، باغ‌های بزرگ بیرون شهر و جنگل سائی بوده که بعضی از این مراکز همچنان پابرجاست. بعد از گذر از پارک سائی به چهارمین میدان خیابان ولیعصر، میدان ونک نزدیک میشم. تا 3 دهه پیش اینجا محل ساختمان نخستین پاتیناژ تهران، قصر یخ و کمی بالاتر شهر بازی فانفار بود که از تفریحگاه‌های مهم میدان ونک بودند. امروز ساختمان قصر یخ به دانشگاه تبدیل شده و دیگه اثری از هیاهوی کودکان در شهر بازی فانفار نیست. تو این مسیر طبیعتاً یکی از بهترین نقاط میانی همین میدان ونک بود به خاطر روستای ونک. روستای ونک یه روستای تاریخی و یکی از مهمترین روستاهای شکل دهنده تهران بود که تا اون دوره هنوز خارج از شهر بود و یواش یواش حاشیه تهران به مرور توی این دوره سالای 30-40 اومده بود، رسیده بود به باقای ونک. یعنی باقای ونک شده بود تفریحگاه بیرون شهر تهران. یواش یواش تو مسیر این چنارستان ولیعصر شروع کرد این زندگی به حرکت کردن. حتی میگم طبقات فرودستر جامعه هم، طبقات کارگری هم می اومدن می رفتن تا اون بالا و نهایتاً یه گردوی می خریدن، تواناییشو داشتن. یه کباب کوبیده های مسیر خیلی معروف بود. من خودم جوونیم با همینا شکل گرفت. چنارستان ولیعصر بخشی از شریان حیاتی تهران رو شکل میداد. به نظر من به یه نوعی میشد گفت که ستون فقرات بود. شایسته خیابون ولیعصر این چنارستان نیست. دلم واسه اون پرنده های اینجا میسوزه. خیلی وقت آورد از اون ور میبینی که موشا مثلا فرصت زندگیشون بیشتر از اونا شده. من یه دوره ای مفتون اینا شدم. قبلش کبوترها رو بیشتر میکشیدم، به نظرم لطیفتر بودم، ولی بعدن دیدم که نه، واقعا خود این کلاغا خیلی موجودات مهمی هن. چون اینا هم شهروندن، اینا هم همسایه های ما تو این شهر، اونا هم حق دارن. من الان صبح با صدای این بلبل خورمه ها از خواب بیدار میشم و همینطور کلاغا. بعد از تقاطع خیابان میرداماد و برج‌های اسکان به بزرگترین پارک خیابان ولیعصر میرسم. پارک ملت زمین بایری بود که در مسیر جاده پهلوی قرار داشت. همین ویژگی باعث احداث پارک ملت در سال 1345 در 2 فاز شد. فاز اول به موازات خیابان ولیعصر و به طول 1000 متر ساخته شد که در گذشته به بولوار کنار جاده معروف بود. کار ساخت فاز دوم با الهام از پارکسازی انگلیسی در تپه‌های غربی ادامه یافت و در سال 1353 به بهره برداری رسید و پارک شاهنشاهی نام گرفت. پس از افتتاح طولی نکشید که پارک ملت به مهمترین تفرجگاه تهرانی‌ها تبدیل شد. شب بود بیابان بود زمستان بود، شب بود بیابان بود زمستان بود،
شب بود بیابان بود زمستان بود، شب بود بیابان بود زمستان بود. بعد از پارک ملت از کنار مجموعه بزرگ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که قبل از انقلاب سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران نامیده میشد عبور میکنم و به ساختمان قدیم کلوب آلمانی ها میرسم. این کلوب در گذشته محل تفریح آلمانی های مقیم تهران بوده. اصولا قسمت شمالی خیابان ولیعصر از جهت طبقاتی به طبقه مرفه از جامعه تعلق پیدا میکرده. در این قسمت از خیابان ولیعصر شما معمولا جاهای خیلی شیک و لوکس رو داشتید. پاییز 1356 کانون نویسندگان ایران در محل معروف به کلوپ آلمان ها که زیر نظر در واقع انستیتو گوته بود، به مدت 10 شب شاعران و نویسندگان ایران مثل اخوان سالس، نویسندگان مثل بهرام بیضایی، محمد قاضی و محمد زهری، سیاوش کسرایی برگزار می شد. غلام حسین ساعدی از نویسنده هایی بود که اینجا هر شب حضور داشت به علت پزشک بودنش که اگر اتفاقی افتاد، و خودش هم یه سخنرانی کرد. من به حکم شغلم میخوام راجع به شبه وبا یا شبه هنرمند صحبت بکنم. شبه هنرمند موجودی است بی فرهنگ ولی متظاهر به فرهنگ، همچنان که یک محیط آلوده میتواند باعث شیوع هر نوع بیماری شود. وضع اجتماعی موجود برای پدید آمدن این شبه هنرمندان شرایط لازم را به حد اکمل فراهم کرده است. تصور کنید سال 56 در هوای باز زیر این درختان دکتر هانس بیکر رئیس انستیتو گوته که رئیس اینجا بود اومد گفت جمعیت اونقدر زیاده که ما اون رستورانمون دیگه نمیتونه کار کنه. صدای سیمین دانشور رو میشنوم که میگه مگه من توفه هم، وقتی که براش تشویق میکردن مگه من توفه هم. خودش خانم سیمین دانشوره برای ما، هم یادگار جلال آل احمد. هنرمند راستین آزادی خواه هست و علیه نابسامانی های جامعه خود مبارزه میکند و وقتی با عوامل بازدارنده مواجه میشود محکوم به خاموشی میشود و به هر جهت دیگر نمیتواند واقع گرا باشد. تو دو شب آخر دیگه سربازای گارد تو همین خیابون روبرو ایستاده بودن، برای اینکه کم کم جمعیت به هیجان آمده بود و مثلا سعید سلطانپور که تازه از زندان آزاد خود شعر خون و زمزمه میشد که جوونا بریزن رستوران چاتانوگا که دو تا خیابون پایین تره بگیرن اشغال کنن و اینها. 10 شب شاعران نویسندگان در این محل دومین یا سومین حرکت روشنفکری ایران بوده از اولین شبی که در 1324 در خانه وکس در محل انجمن ایران شوروی، این یا دومین یا سومین اجتماع روشنفکری ایران بوده و این در حال تاریخی است چه بخوایم چه نخوایم. از تقاطع خیابان ولیعصر با بزرگراه شهید شمران یا پل پارک وی که عبور میکنم متوجه میشم از این تقاطع به سمت تجریش تعداد چنارهای اطراف خیابون بیشتره. نزدیکی به کوهپایه و آب و هوای خنک شمیران از عمده دلایل این سبزی و شادابیه. اما پس از پایان جنگ و به خصوص در 2 دهه اخیر موج انبوهسازی غیر متناسب به شمال تهران هم رسید و مدت هاست که رشد سعودی تخریب خانه ها و باغ های تاریخی این قسمت از خیابان ولیعصر هم شتاب گرفته. از چند باغ و خانه قدیمی باقی مانده در ناحیه شمیران نخست به موقوفات افشار میرسم. دانشمند ایرانی دکتر محمود افشار یزدی با هدف گسترش زبان فارسی و فعالیت‌های باستانشناسی بخش بزرگی از املاکش در خیابان ولیعصر رو وقف دانشگاه تهران کرد. امروز
مؤسسه باستانشناسی و لغتنامه فارسی دهخدا در این ساختمان ها فعالیت می کنند. در همسایگی موقوفات افشار بالاتر از خیابان زعفرانیه، قصر قاجاری باغ فردوس هنوز هم پابرجاست. وقتی محمد علی شاه قاجار در شمیران قصر محمدیه رو بنا کرد، هر یک از رجال دربارش در همون نزدیکی اقدام به ساخت خانه‌های ییلاقی کردند. از جمله حسن علی میرزا، حاکم وقت تهران، باقی در نزدیکی تجریش ساخت که بعدها باغ فردوس نامیده شد. چندی پس از مرگ محمد علی شاه و رها شدن قصر محمدیه، باغ فردوس هم متروکه شد. تا اینکه در عصر پهلوی وزارت فرهنگ تصمیم گرفت تا دبیرستان شاهپور تجریش رو در این ساختمان دایر کنه. با وقوع انقلاب اسلامی مدتی هم مرکز آموزش فیلمسازی اسلامی مهمان این باغ بود. اما امروز موزه سینمای ایران ساکن باغ فردوسه. در ادامه جستجوهام در اطراف خیابان ولیعصر از کنار باغ موزه هنر ایرانی که در گذشته خانه سپهبد امیراحمدی از رجال پهلوی اول بوده میگذرم و به خانه تاریخی پدر فیزیک ایران پروفسور محمود حسابی میرسم. این محله‌ای که شما توش هستین، زمینای گندم دیم آقای مویزو سلطان پدر بزرگ آقای دکتر جد ما بود. ایشون وقتی به عنوان قنسول از روسیه میان به ایران، یه مهندس روسی رو با خودشون میارن به اسم ویکتور، با یه معمار تفریشی به اسم حاج غلام حسین تفریشی. این ساختمانی که شما توش هستین کار همون ویکتور مهندس روس و همون حاج غلام حسین تفریشی در 98 سال پیش اینجا ساخته شده. که ایدتون میگفتن باید بچه‌ها رو عادت داد به آفریدهای الهی احترام بذارن. دو تا باغچه من خواهرم آی دکتر اینجا دادن، ما پیازچه، تربچه اینا اینجا میکاشتیم، بسته‌بندی میکردیم، دونی یه قرون 2000 با آی دکتر و مادر میفروختیم که حاصل دسترنجمون باشه. بچه‌هایی که بیان منزل دکتر حسابی رو تماشا کنن، یاد میگیرن به مملکتشون علاقه داشته باشن، یاد میگیرن حفظ کنن میراثشون رو. خب ما چی میخوایم از زندگی؟ میخوایم ایران باقی بمونه دیگه. این اول بعد خودمون، این یه علامتی. اینقدر این شمرون قشنگ بوده، اینقدر این شمرون دلچسب بوده. موسیو پروتیبا، سفیر کبیر فرانسه در ایران، دوربینشو برمی‌داره، راه میفته توی کوچه باقیای شمرون، دربند، چشما، قناتا، قنات دکیان، قنات گلاب، یک کتاب نوشته با عکسای زیبا، شمیران زیباترین نقطه سبز جهان. شب تا صبح این کوچه ها مثل بهشت بود. یه دقیقه وای میستدین صدای بلبلا شما رو مست میکرد، بوی عطر گلا شما رو دیوونه میکرد، یاسای درختی. این آدم اینقدر عاشق شمرون میشه، میاد تو خیابون مقصود بیک دم خونه ما یه باغ میخره 3 هکتار، وصیت میکنه من بعد از اینکه مردم بدن منو به پاریس نبرین، در باغم در مقصود بیک به خاک بسپرین. وقتی در مسیر مخالف رودخانه مقصود بیک به سمت شمال و رشته کوه توچال حرکت می کنم، به مکانی می رسم که مهمترین دلیل احداث خیابان ولیعصر بوده. سعدآباد بر پهنه کوهپایه‌های توچال و دره سبز دربند در مساحتی حدود 110 هکتار قرار داره.
این منطقه محل سکونت تابستانی و ییلاق شاهان قاجار بود و پس از به قدرت رسیدن رضا شاه با پیوند باغ‌های اطراف منطقه در وسعتی تازه به محل اقامتگاه تابستانی خاندان پهلوی اول اختصاص یافت. در عصر پهلوی در جای جای این پهنه سبز و در سایه چنارهای کهنسال سعدآباد، کوشک‌ها و کاخ‌های دیگری برای خاندان سلطنتی در آن بنا کردند. امروز 18 کاخ بزرگ و کوچک در سعدآباد وجود داره که به کاخ موزه تبدیل شده. وجود تعداد بیشمار چنارهای کهنسال در سعدآباد، سازگاری این درخت با آب و هوای تهران و ایده کاشت چنارهای اطراف خیابان ولیعصر، پیوند سبزی بود که بین کاخ مرمر و کاخ سعدآباد به وجود آمد. پس از طی این مسیر 17 کیلومتری به مقصد نهایی سفرم میدان تجریش میرسم. تجریش پنجمین میدان خیابان ولیعصر که برخلاف میدان راه آهن آب و هوای سرد و کوهستانی داره. تجریش مهمترین روستای تاریخی مرکز شمیرانات بوده و 950 سال پیش تجرش خوانده میشد. در عصر قاجار به دلیل حضور اعیان، رجال و سفارتخانه ها روستاهای شمیران رونق گرفتند و در این میان تجریش به عنوان مرکز شمیران بیش از سایر روستاها اعتبار داشت. وجود امامزاده صالح مهمترین مرکز مذهبی شمیران با تاریخی 1000 ساله که قدمت بقعه اون به قبل از سال 700 هجری میرسه مهمترین دلیل توسعه روستای تجریشه. در حیات امامزاده هم درخت چنار کهنسالی وجود داشت که شاید قدیمی ترین چنار تهران بوده. چنار پیری که امروز اثری از اون نیست. تنها چنار بزرگی که در تهران بود میگودن چنار امامزاده صالح که یه زمانی هم خوش شده بود. یه پینه‌دوز توش بود، کفش تعمیر میکرد، کفش پینه‌دوزی میکرد، اندازه یه مغازه بود. واکس میزد 2001 قلوم میگرفت، اموراتش هم میگذشت و یه صفایی داشت. همین مردم میبدن چه کفششون هم میدادن به این واکس بزنه برن تو چنار رو نگاه بکنن. همین تکیه من بچه بودم یادم میاد، بهترین تکیه بود، تکیه امامزاده صالح. تو همین تکیه ما تعزیه میخوندیم محرم تا آخر ما سفر، تمام این تکیه ها رو متعزیه میخوندیم. همین تکیه که الان میوه فروشی شده سابقه بسیار زیاد تعزیه داره. البته بازار دهنش بزرگتر بود، دکونا قدیمی بود، مردم به هوای این بازار میامدن زیارت هم میکردن. بس همین الان که مردم میان زیارت میکنن. همه رقم مردم جمع میشدن، از شمران جمع میشدن، از تهران جمع میشدن، از اطراف شمران جمع میشدن و سرگرمیشون تعزیه بود، مرکه بود، پهلوان بود، پرده می زدیم. مثلا سال همین پل تجریش ما بعد از ظهر تو همین خیابون تو همین میدان تجریش تعزیه می خوندیم. ساخت بنای اولیه پل تجریش بر روی رودخانه مقصود بیک در دوره قاجار آغاز شد و غیر از خاطره تلخ سیلاب تجریش در سال 1366، سر پل تجریش از گذشته تا به امروز در خاطره جمعی مردم تهران مهمترین تفرجگاه در شمیران بوده. شب شنبه پیش بدون تشویش برفتم پی گشت به سوی تجریش، بدیدم سر پل هرچی بخوای آدم قراش میش، سیبیل دوگلاسی صورت صاف چهره پر ریش. من از بچگی میادم میاد که صحبت هوای خوب که میشد میگفتن شمیران. خب میدونی شمیرانات به طور کلی در دامنه کوه البرز با هوای خوب بخوان جای پیدا کنیم آرامش داشته باشه، دراز میکشه چشاشو از آرام بی سر صدا لذت ببرد.
اون موقع ما از هوای تهران فرار میکردیم یه اینجا هوای خوب بخوریم. دیگه حالا که خودتون میدونی که هوا نداره از هزار. هر کس میخواست خونه بسازه اولین فکر که میکرد جلوی در خونه چند تا درخت میتونه بکاره. یعنی درخت کاری تو خون ما ملت ایرانه. چنارا بزرگ شده. تا سالها قبل سالی دو بار درخت ها شسته میشده. سمپاشی میشدش. فقط عبیدون ونگ تا میلیون ولیعهد سمپاشی نمیکردن. چرا؟ رو درخت های میلیون ها گنجش نمیگونی کردن. شاید یه میلیون گنجش دارن جیت میکنن. ببین چه ارکستر قشنگی بود. تمام گلدست های امامزاده ها، مساجد ما، طیور لکلک ها بودن. هیچ کس هم این لکلک ها رو اذیت نمیکرد. کوچ کردن رفتن همه. ما چنار امامزاده رو نمیبینیم. نیست. چرا؟ چرا حفظش نکردن؟ چرا خوش شد؟ چرا جاکن کردنش؟ هنوز هم ما میریم شبهش رو میبینیم و فراموش نمیکنم. وقتی هم کنه یه بخش خالیه دارم میسوزه. حالا یکی نیست بره بگیر. آقا این درخت هایی که خور شده این وسط افته چی شده؟ اگه شناسنامه داره جایگزین چی کردی؟ وقتی این خیابان احداث شد، بیش از 60,000 نهال چنار در اون کاشتن و در میان هر درخت بوته گل سرخی قرار داشت. اکنون مدت هاست که اثری از بوته های گل سرخ نیست و از 60,000 درخت چنار فقط حدود 8,000 چنار پا برجاست. چنارستان به من فرصتی داد تا در سایه چنارهای تاریخی و سالخورده پایتخت بخشی کوچک اما مهم از خاطرات تهران رو مرور کنم. خاطراتی که با نفس‌های این چنارها زنده است.